عزیزای دل من سلام، خیلی زیاد خوش اومدین به ویدیو خفن امروزمان. امروز اومدیم بررسی بکنیم ترکیبای ارسالی شما رو. من از بچه های کانال تلگراممون خواستم ترکیبای پیشنهادیشون رو ارسال بکنن تا با هم دیگه تو همچین ویدیویی نکات مثبت و منفی ترکیباشون رو بررسی بکنیم. علکی بچه یه جو میدم، نمیدونم چرا، بررسی بکنیم و در آخرم به هر ترکیب نمره بدیم. این بار دیگه نمره میدم، هر سری یادم میره، به هوای بطل میرم. و اگر شما که دارین ویدیو رو میبینید ترغیب شده که ترکیب تو ارسال بکنه، لینک کانال تلگرام رو تو توضیحات همین ویدیو میذارم. اگر روی لینک آبی کلیک بکنی مستقیم تیول ارز میکنی و وارد گروه تلگرام میشی. تیول ارز چی حالا بچه من میگم؟ من جنبه فانشو میگم. تیول ارز چیزی که من میدونم، مثلا بدون جا به جایی، بدون مثلا حرکت کردن، مکان تغییر پیدا میکنه برای انسانهای، برای عرفاست، مثلا کسایی که به درجات بالایی توی معرفت رسیدن، موقع سجده مثلا. حالا چیزایی که شنیدیم بچه ها توی ادیان اومده میگن که حالا تیول ارز میکنه و همون حالت سجده مکانش عوض میشه و میره توی مکان دیگه. حالا بگذاریم، من جنبه فانشون میگم بچه ها که میکنم حالتون بهتر بشه. با شوخه میکنم، خواستم توضیح بدم. آخه بچه من چندین باره میگم. یکی از بچه پرسیده بود به خاطر همین. خب ترکیب اولو امیر ارسال کرد. آخه بچه من اینجا اسم رو نوشتم، میخونم که بچه اشو کنم دیگه. امیر عزیزم، دوست دارم امیر. شما حالتون خوب بشه. بسه اینا امیر بچه همه باون است، همه باون است، کارت مارت بلش کن، حالمون خوب بشه بچه، بازیشه، حالمون خوب بشه، عشق بکنیم، رنگ هم بزنیم، بازم میشرش بکنیم، همه اینا به خاطر حال خودمونه. خب پس حالمون رو خراب نکنیم به خاطر بازی، به خاطر ترکیبای مختلف با هم فوش ندیم. بگذاریم. خب دک دک مناسبی بچه، همون دکی که من خودم ساختم به جای اسپریت های اسکالم آورده. نمیدونم اون ویدیو منو دید، ولی من بچه همین دکو ساختم. به جای اسپریت های اسکالم داشتم، به جای گابلی من سه اسکلت داشتم، باش تا پیزار هم زدم. ویدیوش هست، دو تا سیزن قبله. بریم توی کاپ 9000 بررسیش بکنیم، ببینیم بچه ها چجوری هست. گفتم ترکیب مناسبیه، توصیح کننده هست، بله تا لیگ 10 مناسبه، ولی دیگه بالای لیگ 10 و تاپ 10000 و تاپ 1000 برین سمت اوگ زلزله بچه ها. اوگ زلزله یه چیز دیگه است، ولی اینم ترکیب خوبیه، من باش تاپ 1000 زدم بچه ها. خب اسکین تاور خوشگلی داره، دوستش دارم اسکین تاورشو بچه ها، دوست دارم. خب لاگو نمیزنه، ممکنه که لاگ بید باشه. مایکی مانر از بک. خب هوک سایکل بچه ها، میتونه که هوک سایکل باشه، میتونه هوک سایکل. ابیلیتی رو میزنیم چون بیفایده است، اونجا باشه ماسکیتر میزنتش و بیفایده است. اینجا بچه گابلینز، آها فایر کرکر رو چرا بچه من 15 کردم؟ چون فایر کرکر 14 عیزه دل من با لاگ لیول 15 از بین میره، برای همین مهم بود که من تموم شده رفت. یا علی مدن عیزه دل من، اسکلت مرسی، لاگ بچه به موقع، عجله نکردم، ماشالله تموم شده شد خیلی تمیز. بله حمله به موقع، زمانی که میدونستم ممکنه میس بده، مهم بود بچه، ثانیه که هوگ انداختم مهم بود، نه زودتر نه دیرتر. خب میستاد دیگه بچه، حالا با این ترکیب بطل دیگه میزنیم، این بند خدا میستاد بچه، نمیشه زیادی را دیگه رفت، واسه منم پیش اومده هر پلیر میست میده، محمد لایتش هم بچه به خدا میست میده. اتفاقا تو ویدیوش بود، من ویدیوی که میذاره جدیدن آپلود روزانه داره بررسی میکردم، میست میداد توی ویدیوش. میگم پیش میاد بچه، همه ما انسانیم. حالا بطل دیگه بزنیم، اینو بچه حساب نمیکنم. به به این اتفاقا 6 تا حساب میکنیم، قبل حساب نمیشد، این 6 تا حساب میشه. کارتاشو دارم 15 نباشه که حداقل بتونیم
یه کارای انجام بدیم که 15 هم هست، چون بچه کارت من دو تاش 15 نه مرزد حقوقم هست، حقوقم 15. خب یه لاگ میزنیم. اینجا بچه سب میکنه مابیلیتی رو بزنه بعد فایر بار. هی 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 ها واه واه یک سیر بچه به خودم اون یک سیر باش میشه ببرم. هی 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 ها رو بچه به شیوه ایموت کلشیال گفتم که خب الان خنده منم فرقی به اون نداره، نیازی نیست رو تقلید صدا بکنم. سری و گرایدر تو عملش ببینیم بچه اونجا یه اسپریت تموم شده رفت. خدا نگهدار دوست من. شما باشی اینجا نه نمیدونم حمله علکی نزنی شدو دفاع میکنه ایش من. حالا فکر کردی رنگ داره چه خبره؟ حالا ادعا نکنیم اینقدر بچه اینا رو میگم که یه ذره فان ویدیو بالا باشه بچه، وگرنه میدونی من اصلا در بند در گیر و بند این چیزا نیستم. میگم صدای موتور رو در میارم شوخی میکنم حالمون خوب بشه، اگر با من انقدر بچه ها میبازم تمام بچه های کلم بیان بچه با اکثرشون من باختم. بردو باخت چی هست من تموم میشه درود بگردم بازی چی هست من. خب این فرو دراغون 12 بریم بچه اینجا بتل بزنیم. آره که 1000 تا را من پر بکنم، کارتمونم که 12 نمیشه تو 9000 اینو اینجا بتل بزنیم. تقریب شماره 7 رو هم مهران ارسال کرده، بالون فریز رو مهران ارسال کرده. چون بچه دک جهانی من دیگه بررسی نکردم قطعا دک فوق‌العاده ایه، فوق‌العاده است. افسوس افسوس که بالون ندارم و افسوس یک کاش بولر مینداختم. اشتباه کردم بچه هم حواستم اون لحظه پرت شد، مناسبی بود که بچه بولر بندازم مثلا. اشتباه کردم هول شدم به نظر. خب ببین اینجا نباید بزنه فونیکس اینو بزنه بچه هم نکته رو بچه داشتیم نذاشتم فونیکس اینو بزنه، نکته بود میزد از به میرفت. خب آرژی بعدی بندازه عالیه سر اینجا بالون اکسیرش خالی بچه هم. بله بله فریز آماده است، سری فریز نمیزنیم چون نمیرسن بچه ها. فریز میتونستم بزنم ولی ریسک بود. خب اگر بالو میمرد خیلی اکسیر عقب میفتودیم بچه ها. سر اینجا بولر دفاع اول بچه ها مناسب نبود، من باید بولر از عقب میداختم. این لحظه داشتم حرف میزدم حواسم پرت شد. فیشر من میداز سر اینجا نیدو میخواست بچه با فیشر من تاورشو اکتیو بکنه ولی من منتظر بودم. عزیز من آموزش این درود بگردم من مرسی. اون لامبرجک دمیج میزنه چون بربر تانک شده. بله بله مرسی. اینجا باشه یه بالون فریزم فریزم بچه ها داریم اینجا سری فریز مرسی. الکترو اسپریت هم بچه ها نداره. واه 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 خب سند چپش رو بچه باید بزنیم. میدونین چرا میگم؟ چون اسپریت سنگین نداریم، اسپریت سنگین رفقا عزیزم نداریم. اون اندکم اذیتمون میکنن. آخ 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 اینجا با فریزو میکنیم فریز فریز میکنم اینجا. بولر چون اینجا بخواد فیشر من بندازی اول بربربرل. آها حالا حالا لامبرجک فکر بازی بچه هم امیدوارم فکر بازی جواب بده. خوبه 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 بچه هم عالیه عالیه. چرا الان بالون نمیندازم؟ میخوام تاور بگیری روی بچه ها. بولر حالا مرسی تموم شد بچه تموم شد تموم شد بچه.
بله تاور روی بولر نمی گرفت. ببینید جون بالونه و بچه ها، تاور روی بولر نمی گرفت، به بالون می زد، به تاور نمی رسید بالونه. پس نکته مهمی بود. خب اینم از این بطل دکه مناسبیه. تکی بعدی رو مهدی ارسال کرده، آقا مهدی عزیز. مهدی بچه اومده لاگبید چیده، ولی لاگبید اصلا میدونین یعنی چی بچه ها؟ لاگبید یعنی مثلا کارت لاگخور زیاد داره، مثل گابلین گنگ، پرنسس، گابلین برل، اسپیریت، کارت های لاگخور زیاد داره. شما هر جو لاگتو بزنی با کارت دیگه اذیتت میکنن. خب این اصلا همچین اصولی رو رعایت نکرده بچه ها. شما چه کارت لاگخور داری؟ یه برل لاگخور داره. خب طرف هم هر سری میزنه روی برلت. خب این که دیگه نشد که بچه ها، زپ اینجا به چه معنیه؟ زپ الان اینجا با شما لاگ داری نیدی داری زپ بشه معنیه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم بچه ها موقع ساختن دک با دکای جهانیش بررسی بکنه. الان شما دکت اونقدر سنگینه که نمیتونی برل رو سایکل بکنه. میانگین اکسیر تقریبا مثل جاین دابله. بیشتر باید با راکت دمیج زد تو این دک، وگرنه برل که سایکلش بخواب بکنی طرف سه تا لاگ میزنه به تاوره. سایکل نیست این دکه بچه ها، دکه مناسبی نیست. لاگ بیت بچه ها، گابلین گنگش دمیج میزنه، برلش دمیج میزنه، پرنسس از روی پول دمیج میزنه، راکتش. حالا شما چی داره؟ یه گنگ، یه گابلین برل داره، دکه مناسبی نیست به هیچ شما، به هیچ شما. خب اینجا بچه ها برل تکش تیری ماسک، احتمال میدم که تیری ماسک باشه. بله سر اینجا راکت والکیری بچه ها دقت بکنین، سمت چپ انداختم که هم بندیت و هم گست رو دفع کنن. نقطه مهمی بچه ها، همین رو راست مینداختیم گست بیچارمون میکرد. خب خب لاک نیازی نیست چون تاورمون 15 اینو میزنم. بله اینجا بچه ما بچه مجبورم جلاد بندازم، خب کارت مناسبی ندارم. بربربردش رو نمیزنه، میبینین فهمید من چیز دارم. برل جوری انداختم که فکر کنه روی کالکتور زدم کمی گیج بشه. خب داشته یه والکری. خب اینه بچه یه زب لاگو نمیزنم، لاگو روی تیری ماسک میخوام بزنم. خب راکتو بچه ها میزنیم زده تیری ماسک، بچه لاگوی تو اذیت میکنن. خب ببینیم چه بشه کرد. خب فعلا جلادو نمیندازیم اینجا بچه ها، اینجا بچه یه اکسیکیوشنر. خب اینجا باشه زب کارتور سعی کردم بکشونم سمت جلاد، همینطور هم شد، ولی خب زده بچه ها منو مجبور میکنه راکت بزنم و راکت هم به ضرر منه چون یک اکسیر به اون میده. کار مشکله. خب ببینیم چه میشه کرد. اکسیکیوشنر وای چیز شده بچه، من تسلا رو به هوای کنون رفتم، نمیدونستم این گسه نمیزنتش. چی کارش کنم بچه، برل بندازه خب بیا برابر برل میزنه. چی کارش کنم با نیسه من. من بچه تسلا رو لازه حواسم پرت شد، کلان بیرون نیومد، گسه رفت روی تاورم.
باختیم باشه دیگه. آره کارش نمیشه کرد. خب راکتو میزنیم همجا علکی بچه راکتو علکی میزنیم، علکی هم بازی میکنه ایم امیدی نیست. بزه بزنه بچه ها. بزه بچه ها بزنه دیکی جالبی نیست. بچه ها بیم کنم مثلا فکر کنم رو من تأثیری داره اصلا. بچه ها من شیوهی دارم مثلا اف بیم میکنه من چی میگم پیش خودم؟ میگم اون قصر من اذیت کنه. اتفاقا من میخندم. اصلا شاید اون بیمو نمیکرد من از تو خودم میرفتم به خاطر باخ. تا بیم میکنن من میخندم که بگم نه تنها تو باعث اذیت کردن من نمیشی، به من کمک هم میکنی، باعث پیشرفت من میشی. شیوه من بچه اینه. الان سه چهار هفته ازش استفاده میکنم، فوق العاده هم هست، بی نظیره. توصیه میکنم بچه ها حتما استفاده بکنن. بیه میکنه بخندین، نه که علکی بخندین هرس بخورین، واقعا بخندین. خب تکی قبلی گفتم دیگه، هر دیگه که گفتم بعد بازی خراب شده، هر دیگه که گفتم خوبه، خوب بازی کردیم. تکی شماره 9 رو الیاس ارسال کرده. الیاس بچه ها سعی کرده شبیه به دکای مانر سایکل جهانی بچینه. مناسبم بوده تلاشش، ترکیب مناسبیه. پرنسس هم آورده که کمی به حمله قوت بده، ولی مایتی ماینر چرا نهی بردیم؟ اجازه بدیم بچه مایتی ماینر بیاریم. مایتی بیاریم بچه ها. این دک با والکری آخه جواب نیست. با والکری بچه این دکا جواب نیست، فقط مایتی. به جای هانتر هم من توصیه میکنم گابلین بیاری، چون سایکلش بچه سنگینه. اجازه بدیم بچه من جای گابلین بیارم. خوبم الان دکته که مناسبه، الان دکته که مناسبه. پرنسس داریم، ابیلیتی مایتی ماینر و فایربال. ضعف هوایش تقریبا خیلی کمه. بلابا بالا نزید میکنه آجلی. حالا کارتای مثل کارتای هوایزی هم منظورم هم. ولی راکت نداریم. بلابا بالون نزید خودشو میکنم، ولی بازم میشه زد. خب پرنسس از روی بریج که هم دیف بکنیم هم دمیج بزنیم. افسوس که من اینجا لاگ نداشتم. مایتی مانر چرا؟ چون هم ممکنه زلزله بزنه، همین که اسکلتو کنونو میزنن. سریع بچه فایربال، فایربال داریم بچه. تو همچین موقعیتی فورم بزنه. فکر کرده من ابیلیتی میزنم اما هرگز. سریع وال والز که کار اشتباهی کردم. آره کار اشتباهی کردم. چرا؟ چون که اصلا دفاع نباید میکرد اون اگر باهوش بود. بچه مایتی از روی پول اکسیلشون کمه. این گابلین هم بیاد اینجا لاگ آماده است. اینجا اسکلت نزید بچه ببینیم. الان یه اسپیریت داره. فکر کنم بوم بشه بتونیم بچه به تاور برسونه. نامرد ثانیه آخر زد. خب اگر که هوک بندازه بچه ها من ماینر میندازم به همراه فایربال یا نه سایکل میکنیم. سایکل میکنیم تا کنونمون بیاد بچه ها. الان کنونو داریم، هوک هم بندازه غمی نیست. ممکنه اِوولوشن فور کرکر بیاد. بچه اجازه بدیم من گابلین بندازم. بچه ها اینجا اِوولوشن میندازه ببینیم. به 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 بچه ها من صدا گذاری نمی کنم مشخصه دیگه. من بین ویدیو صدا میگیره کلی بچه ها بعد حرف میزنم و عمل وسط ها میزنم. بخوام صدا بذارم که اینجوری نمیشه. خب اون گشت دوتا زد، انتظار دوتا رو نداشتم.
چون که از بچه ها میگفت، میگفت محمد چیز میکنه، میگفت محمد یک نفر توی لایوات خودتی، اتفاقا هیچ کس توی بطل های من لایو نیست، چون من نه فرندینگ گذاشتم نه توی کانال میزنم، توی کلم بازی میکنم. ابیلیتی رو میزنه این فور کرکر بمیره. اومد چیز رو زد، اومد نیازی به لاغ نیست شده. خب یه مایتی کانون، کانون دقیقا بچه بیشتر به خاطر فایرکرکر انداختم، بیشتر به خاطر فایرکرکر انداختم. یه لحظه مشغول حرف زدن شدم، دمج بعدی خوردیم بچه. خب اینجا کارتی نداره درسته؟ ماسکتر میچسبه. اینجا بچه یه لاگ، مسیر رو گوشو بچه تغییر میدیم. خوبه فرانسیس آخ 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 بوگشم زد. آره شب بعد باختیم اینو، مشغول صحبت شدم دیگه نفهمیدم چی شد. خب اشکالی نداره، باخ میاد ماست. بریم بر وطله تکی بعدی. تکی بعدی رو اجازه بودیم بچه ها، تکی شماره 10 رو سوپان احسال کرده، آقا سوپان عزیز. خب تکی شماره 10 قبلی باشه میتونستیم بزنیم، خودم بعد بازی کردم میتونستیم بزنیم. تکی شماره 10 گالم اکسیریه، ولی سوالی که من دارم اینه که کارت حملهش چیه بچه ها؟ مثلا با اسکلتون جوین بخواه حمله بکنی پشت گالم اکسیری بندازی، یا الیت بابر نیاز داره، یا مثلا نایت فیش نیاز داره این دک، کدوم؟ اسکلتون جوینت بچه ها کارت حمله ای نیست. اسکلتون جوینت تو دکایی مثل اون رویال هوک کاربورد داره، کارت دفاعیه، یا دکایی مثل هوک زلزله با چکوین و جوینت اسکلت. تو همچین دکی جوینت اسکلت معنایی نداره. حالا ما با این دک بتل میزنیم، تغییر نمیدیم که سوپا متوجه بشه کار مشکلی با این دک. دکا جهانی گالم اکسیری بچه ها بعد از باف هیله فوق‌العاده شدن، توصیه میکنم با همونها بتل بزنن. خب بتل آخرم داشته باشیم. خیلی خوب بازی نکردم تو این ویدیو کلن. ببینیم نیدو رو میتونیم اینجا اکتیو بکنیم. من بار اولم بچه با گابلین خب اکتیو بکنم، کسن از نیدوی که زدم مشخص بود بار اولم. خیلی بد نزدم، فکر کنم یه پله باید پایین تر میزدیم بچه ها، چون خیلی امتحان نکردم، پیش نایمده بود بسم. خب اصلا بچه ها نیومدن سمت وسط، عجیب بود. لایت میزنه، بح بح الکسیگالم و جوینت اسکلت یک حمله، این حمله خودش اصلا فوش داره بچه این حمله. خب خب تاور می رود، لاغم که نداره، بله تاور می رود. خب ویزارد از راست، یه طرف رو باید ویل کنم دیگه بچه، چی کار کنم؟ یه طرف رو بچه باید کمی دمجو به جون بخرم. خب دمج سنگین خوردیم. من چرا فهمی کردم کینگ تاورم اکتیوه و گابلینو میزنه؟ نمیدونم چرا کینگ تاور اصلا اکتیو نیست. اینجا بچه ها جلاد گمدارم ایویزم دف بکنم، نه دف نمی کنم. خب شاید با یک حمله بتونم کاره انجام بدم. شاید بچه با یک حمله بتونیم گابلینز
چرا اسکل جوین نمیندازم؟ چون فیشر من ممکنه بندازم. خب میبینیم بچه ها تک تک خوبی نیست دیگه. جوین تسکل من با چی حمله بکنم؟ خب آره به کار جهانی گال مکسیری خیلی بهتر هم چون فونیکس دارن، نیفون و دراغون هم اشیداشون دارن، ایلیت بربر دارن، ایلیت بربر بچه آرژی رو نابود میکنن. دکته که جالبه دیشین هم گذاشتم برای دوستانه که میگم محمد چرا دکو تغییر میدی. خب تغییر ندم این میشه، درود بگردم تغییر ندم میشه این. خیلی ممنونم بچه ها کتاب اینجا کار ویدیو رو دنبال کردین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و واسه هم کامنت بذارین. عشق دل من این بچه ها، دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.